داستان ازدواج جان و لیزا بیور فصل دوم شروع کردن با داشتن پایانی در ذهن روز نخست آیا هرگز دقت کرده اید که اکثر فیلم ها یا کتاب های رومانتیک تنها بر شروع داستان متمرکزند؟ به داستان عاشقانه محبوبتان فکر کنید دریافته ایم که این شاید برای برخی ساده تر از دیگران باشد خط داستانی آن چیست؟ آیا نقطه درخشان آن ابراز احساسات هنگام رقصی روی عرشه کشتی است؟ آیا از هیجان فیلم یا پیچ و تاپ هایی که دو عاشق را از لذت نخستین بوسه عاشقانه دور می دارد بر لبه صندلیتان میخکوب شده اید؟ مسلما موانعی وجود دارد یک رقیب جر و بحثی جدی یا آسیب غیرمنتظره اما همه ما خوب می دانیم که پایان ماجرا در نهایت چه می شود؟ با وجود مشکلاتی که قهرمان های داستان را از هم دور نگه می دارد این عاشقان پرداز راهی میابند تا بر مشکلات غلبه کنند و داستان با این جمله به پایان برسد و آنها از آن پس به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. ما میدانیم آنها از آن به بعد با خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی کردند اما چگونه؟ شروع عالی بخش ساده ماجراست. بخش سخت ماجرا روایت ماهرانه میانه و پایان داستان است. واضح است که فرهنگ ما به شکلی نامتعادل تنها به چگونگی آغاز داستانهای عاشقانه می اندیشد. ممکن است یک زوج ساعتهای متمادی را صرف برنامه ریزی برای مراسم ازدواجشان کنند اما کمترین زمان را به نقشه کشیدن برای سالهای بعد از این مراسم اختصاص می دهند. ممکن است یک عروس ساعتها وقت صرف پیدا کردن بهترین لباس کند اما زمان اندکی را به مشورت در امر شوهرداری اختصاص می دهد. در نتیجه وقتی قصه شاه پریان تمام می شود و زوجین خود را وسط یک رابطه واقعی با مشکلاتی واقعی می بینند بسیار ناآماده هستند. روز ازدواج قرار است روزی سرشار از امید، زیبایی و جشن باشد. با این وجود داشتن رابطه ای مملو از امید و خوشی بلند مدت و طولانی زمانی تحقق میابد که زوجین همان حرارت و اشتیاقی را که هنگام جشن آغاز زندگی مشترکشان به خرج میدهند صرف برنامه ریزی برای پایان شاد زندگیشان نیز بنمایند. به خوبی و خوشی تا ابد زندگی کردن چیزی نیست که اتفاقی به آن برسیم این مقصدی است که باید به دنبالش باشیم و با دقت آن را ایجاد نماییم به اطرافتان بنگرید و یک شی یا اثر زیبا را در نظر بگیرید اثری که با مهارت توسط نبوغ انسان ساخته شده است شاید یک خانه باشد یک ماشین یا حتی سندلی هایی که روی آن نشسته اید این چه هرچی که باشد کاری حساب شده و سنجیده از یک استادکار و سنتگر است چیزی را که شاید متوجه نشوید این است که این شی در واقع دو بار ساخته شده یک بار زمانی که به شکلی خلاقانه در ذهن خالقش شکل گرفته و بار دوم زمانی که ساخته شده است شناخت طرح همباره مقدم بر مساله ساختاری است برای درست کردن هر چیز نخست باید دیدی روشن از نتیجه کار داشته باشیم سپس مواد و مساله را با تلاش و نیروی کار به کار بندیم تا به آن دست یابیم هر آنچه که میسازیم یک چیز ساده مانند یک ساندویچ باشد یا یک محصول پیچیده مانند یک آسمان خراش پیش از آنکه که صورت خارجی به خود گیرد باید در ذهن ما شک گرفته باشد. نمی توانید رویای ساختن یک خانه را بدون نقشه آن داشته باشید. اگر چنین باشد نتیجه افتضاح خواهد شد. هر خانه زیبایی با طرحی حساب شده و دقیق آغاز می شود. تنها پس از کشیده شدن نقشه می توان خانه را با کار سخت و مصالح درست بنا کرد. نقشه ساختمان همچنین در برآورد هزینه های ساخت و ساز ضروری است. آیا می توانید بدون آگاهی از هزینه های ساخت با آسایش شروع به ساختن یک خانه نمایید؟ عیسی نیز هنگامی که چگونگی ساختن زندگیمان را تعلیم می دهد دقیقا همین پرسش را مطرح می سازد. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند هر که بیند استهزاء کرده گوید این شخص ساختن بنای را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است لغا 14 28 دلاسی آنچه که در مورد ساختن یک خانه صحت دارد در مورد ازدواج نیز صادق است سوال این است که شما در حال ساختن چه نوع ازدواجی هستید آیا از قبل مدت زمان و هزینه های ساخت یک ازدواج را محاسبه کرده اید و میدانید چقدر برایتان خرج برمیدارد خدا نمیخواهد ازدواج های ما با درد و شرمساری پایان یابد خدا نمیخواهد پیش از کامل شدن دست بکشیم چه تازه ازدواج کرده باشید و چه سالها از آن گذشته باشد هرگز برای پذیرش نقشه الهی دیر نیست ما در که دید ابزارها و قدرت مورد نیاز برای بنای ازدواجی را خواهیم یافت که عظمت او را باز میتاباند حقیقت شگفتانگیز این است که خداوند حتی بیش از شما خواستار پایان خوش است یعنی اتمام شاهکار هنریش این فصل در بردارنده حقایقی است که شما را در موقعیتی قرار می دهد تا برای زندگیتان نقشه و طرح بریزید و در نتیجه داستان خود را به خوبی به پایان برسانید. با شما از تجربه اولیه خودمان در ازدواجمان صحبت خواهیم کرد که چگونه آن را بر زمینی سخت بنا کردیم که در برابر توفانهای زندگی مقاوم باشد. در ادامه شما را نیز تجهیز و ترغیب خواهیم کرد تا نقشه ای را طرح کنید که شما را به سوی پایانی خوش رهنمون گردد با برخی از اصول شروع می کنیم و با موارد کاربردی به پایان می رسانیم این فصل تنها برای تازه عروس و دامادها یا افراد مجرد نیست شما زوجهای قدیمی هم می توانید از مزایای نگاهی تازه به روابطتان بهرهمند شوید ما نیز چنین کردیم خدا با داشتن پایانی در ذهن شروع می کند. احمقانه است که بدون پرسیدن این سوال وارد یک رابطه متعهدانه شویم. چرا این کار را می کنیم و قرار است به کجا برسیم؟ هر عهدی باید با دید و رویایی همراه باشد. به عنوان نمونه خدا را در نظر بگیرید. او وقتی تصمیم گرفت با ابراهیم عهدی ببندد هدف و مقصودی در ذهن داشت. چرا فکر می کنید خدا ابراهیم را برگزید تا پدر قوم اش باشد؟ هر وقت این پرسش را می پرسیم پاسخ معمول چنین است زیرا او ایمانی عظیم داشت اگرچه ایمان برای همکاری در نقشه خدا حیاتی است اما این علت گزینش ابراهیم نبود خداوند ابراهیم را برگزید چون میدانست او به نسل خود پیروی از خدا را آموزش خواهد داد زیرا او را برگزیده هم تا فرزندان و اهل خانه خیش را پس از خود امر فرماید که با به جا آوردن پارسایی و عدالت طریق خداوند را نگاه دارند تا خداوند آنچه را که به ابراهیم وعده داده است نصیب او گرداند پیدایش 18 19 زمانی که خدا این بادیه نشین بی فرزند را برگزید به فراسوی ابراهیم نگریست و دودمان او را دید برای خدا بسیار مهم بود که ابراهیم به اهل خانه خودش امر فرماید که با بجا آوردن پارسایی و عدالت طریق خداوند را نگاه دارند زیرا خداوند میخواست داستان بازخرید خود را از طریق نسل ابراهیم به انجام رساند خداوند میدانست که ابراهیم و سارا اشتباهاتی خواهند کرد اما در عین حال میدانست که آنها مصالح خام درستی در اختیار دارند هرگاه خداوند عهدی را با ما برقرار می سازد آینده نگرانه فکر می کند زیرا او از پیش آینده را می بیند و می داند چه اتفاقی لازم است امروز بیفتد تا ما در آینده در جای خود قرار بگیریم عهدی که خدا با ابراهیم برقرار ساخت چنان بست و گسترش یافت که امروز به ما نیز رسید و ما هم از آن بهرمند گشتیم ابراهیم به واسطه ایمان از مردی بدون فرزند تبدیل به کسی شد که نسل او همچون ستارگان آسمان بیشمار است. مردی که زمانی بدون هیچ قومیتی سرگردان بود پدر ایمان برای همه اقوام گشت. حال آنکه از ابراهیم بیگمان قومی بزرگ و نیرومند پدید خواهد آمد و همه قومهای زمین به واسطه او برکت خواهند یافت. پیدایش 18-18 زندگی ما با ابراهیم متفاوت است اما اصول فرقی نکرده و همان است خداوند به دنبال افرادی است که آگاهانه اجازه می دهند عهد او از طریق ایشان گسترش یابد داستان ازدواج شما به مراتب فراتر از خود شما و همسرتان است تنها در آسمان تمام آنچه در عهد خداوند از طریق رابطهش با شما انتقال یافته آشکار خواهد شد خاص و تمایل خداوند این است تا با همه کسانی که از نسل شما می آیند میراستان و همه کسانی که به نوعی در قلمرو روی نفوزتان قرار دارند ارتباط برقرار نماید. این بدان معناست که باید پذیرای دید و رویایی گردید که با شما پایان نمی پذیرد و در درک محدود شما نمی گنجد. قصد خدا برای داستانتان همواره شامل نسل شما نیز می گردد. روز دوم فرزندان خدا آیا او آنها را یک نساخت؟ آنها در تن و روح از آن وی هستند و چرا یک؟ زیرا در پی نسلی از جانب خدا بود. ملاکی دو پانزده نسلی از جانب خدا یا فرزندان خدا این آن چیزی است که خدا از ازدواج توقع دارد. آیا به این معناست که خدا به دنبال بچه های بیشتر است تا جمعیت زمین را افزایش دهد؟ هم بله و هم خیر. ملاکی دو پانزده به ما نمیگوید که منظور خدا از ازدواج تولید فرزند است بلکه میگوید او به دنبال فرزندان خداست خدا مشتاق فرزندانی از هر رده سنی است که او را جلال داده و در طریقهای او گام برمیدارند به یاد داشته باشید که ما سفیران او هستیم هدف و خواست او آشکار ساختن خودش به ما و از طریق ماست در پرسشنامه مذهبی وستمینستر چنین آمده نهایت هدف انسان باید جلال خدا و لذت بردن جاودانی از او باشد ما این توصیف را بسیار دوست داریم جلال دادن یک واژه معمولی نیست که صرفا در معزه های ما مورد استفاده قرار می گیرد بلکه با توجه به استفاده فراوان از آن در کتاب مقدس واجه قدسی و قامز می باشد اما می توان جلال دادن را به طور ساده به این معنا دانست که ما خدا را می شناسیم. خدا خواستار آن است که از طریق زندگی، ازدواج و نسل ما شناسانده شود و هیچ کاتالیزوری همچون ازدواج قادر نیست ما را به سوی فرزند خدا شدن رشد دهد. حتی اگر هرگز بچه ای را بزرگ نکنید، خدا میخواهد از ازدواجتان برای تبدیل ساختن شما به یک فرزند خدا استفاده کند. او میخواهد شما را پاک ساخته و تبدیل به عامل جلال خود سازد و شما را به شباهت پدرتان شکل دهد سهیم ساختن زندگیتان با فردی دیگر فرصتهای زیادی برای بیشتر به شباهت خدا در آمدن را فراهم می سازد. ما دریافته ایم که در اکثر مواقع شخصیت الهی در اقیانوسی از سعادت و خوشی شکل نمیگیرد بلکه در کوره آتش ازدواج ساخته و آبدیده می شود. من ازدواج را به یک کوره تشبیه می کنم و زندگی خودمان را به یک آلیاژ یا مخلوطی از فلزات گرانبها ها یک کوره مشتعل و افروخته چه کاری برای یک آلیاژ انجام می دهد های آن را آشکار می سازد حلقه ازدواج من طلای خالص به نظر می رسد اما حدود پنجاه درصد آن از مواد دیگر تشکیل شده است اگر من حلقم را در کوره آتشی قرار دهم ناخالصی های خود را نشان خواهد داد چالش هایی که در ازدواج با آن روبرو می شویم از درگیری های جزی گرفته تا مشکلات عمیقی که با آن مواجهیم ناخالصی های زندگی ما را آشکار می سازد. برخی از ناخالصی ها برای پالایش مسترزم آتشی داغتر از مابقی هستند. در همان حال که ازدواج به طور مداوم عیبهای ما را آشکار می سازد ساده ترین کار سرزنش همسرمان است از همه اینها گذشته هیچ کدام از اینها قبل از ازدواج اتفاق نمیافتد. زمانی که از همسرمان به خاطر دامن زدن به ضعفهای ما سرخورده میشویم، باید از خدا ممنون باشیم که ازدواج ما را بیشتر به شباهت عیسی در میآورد. مگر نه اینکه این هدف قایی ماست یافتن هدف و مقصود در زمانهای سخت میدانیم که قیاس ما در ارتباط با کوره چندان خوشایند نیست اما سفر به سوی یک پایان خوش به هیچ وجه قصه شاه پریان نیست زمانهایی فرا می رسد که احساس می کنید داستان شما کمتر شبیه سواری به هنگام غروب آفتاب است و بیشتر شبیه بالا رفتن از کوه اورست می باشد کسانی که شجاعت عبور از شیبهای تند برف گرفته هیمالیا را برای سفر سخت و پرچالش فتح قله اورست در سر میپرورانند باید برای رسیدن به این هدف دو چیز را به یاد داشته باشند نخست باید بدانند که پذیرش این مسئولیت محدودیت‌های احساسی و ظرفیت‌های فیزیکی آنان را خواهد آزمود این مردان و زنان شجاع و جسور از هیچ یک از جزیات خطراتی که با آن مواجه خواهند شد آگاه نمی باشند اما می دانند سفری پرچالش پیش رو دارند دوم اینکه آنها باید هدفشان را به خاطر داشته باشند یعنی صعود به بلندترین قله جهان پیروزی برای آنها به معنای رسیدن به ارتفاع 8848 متری از سطح دریاست این مسافران بدون آگاهی از هدف به محض مواجه شدن با نخستین مانع بلا فاصله باز خواهند گشت همین مطلب در مورد زواج نیز صادق است اگر تشخیص دهیم که چالشها بخش جدایی ناپذیر و اصلی ساختار داستان ما هستند آنگاه زمانی که ظرفیت های احساسی جسمانی و روحانی ما آزموده می شوند له نخواهیم شد اگر با داشتن پایانی در ذهن خود شروع کرده و پایه را بنا کنیم آنگاه زمان مواجهه با مشکلات بزرگ دست از سلاش نمی کشیم. هنگامی که عیسی در ارتباط با بلوغ روحانی تعلیم میداد گفت کسانی که به کلام خدا ایمان دارند دچار سختی ها و آزارها خواهند شد مرقس 4:17 را ببینید در زبان یونانی به جای واژه سختی و آزار واجه های تلیپسیس و دیگموس آمده است تلیپسیس به معنای مشکلی که موجب پریشانی، اندوه، فشار، مصیبت، درد و آزار می شود. دیاگموس نیز به معنای برنامه یا فرایندی است که به منظور اذیت کردن، به سطوح آوردن و پریشان ساختن یک فرد طراحی شده است. اصلا خوشایند به نظر نمی رسد اما این فشارها رشد ما را در خداوند تسهیل می کنند. پولس رسول واژه های ایسا را به شکلی دیگر باستاب می دهد. نه تنها این بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است رومیان پنج سه الا پنج پولس می نویسد در مشکلات و سختی ها فخر می کنیم. چرا؟ سختی برایمان برای من فرصتی را فراهم می آورند تا شخصیت خود را نیرومندتر ساخته و رشد دهیم. مشکلات ما را در موقعیتی قرار می دهند تا بیشتر شبیه خدا شویم. ما می امید خود را بر این حقیقت بگذاریم که خداوند ما را دوست دارد و همه چیز را بهر خیریت ما به کار می برد. تا به آن حد که روح خود را به ما بخشیده تا قلبهای ما را در میان بزرگترین چالش های زندگی با محبت خیش آکنده سازد. همچنین کتاب مقدس تصریح می کند که خدا بانی مشکلات ما نیست. این شیطان است که پشت تمام سختی ها و مشکلات ما ایستاده. مرقس چهار پانزده یعقوب یک دوازده و سیزده را بخوانید اما خداوند از نقشه های دشمن علیه خود او استفاده می کند آنچه که با هدف جدا ساختن ما از خدا انجام می شود در دستان آن نجات دهنده بزرگ تبدیل به ابزاری برای شبیه تر ساختن ما به او می گردد به خاطر داشته باشید که دشمن از ازدواج و هر چیزی که معرف آن است متنفر است او هر کاری از دستش ساخته است انجام می دهد تا اتحاد ما را بشکند و بر آن باری بنهد که به نظر تحمل ناپذیر می رسد. داشتن دید و رویا برای اتحاد و یک شدن و ایمان به اینکه خداوند ما را از میان مشکلات عبور داده و بیرون خواهد آورد به ما قدرت می بخشد تا با امید به مقابله با حملات دشمن برویم. خدا نمیخواهد که ما صرفا از حملات دشمن به ازدواجمان جان سالم به بریم بلکه میخواهد از دل این سختی ها قوی تر بیرون آییم کلید پیروزی این است که به خاطر داشته باشیم برای چه می جنگیم هدف و قصد خدا علیه چه کسی می جنگیم شیطان و چه کسی طرفدار ماست روح خدا در واقع ایمان و امید ما به هنگام عبور از چالش ها به شرط آن که پیش از تکمیل شدن کار خدا در خودمان از جنگیدن دست نکشیم قویتر و مستحکم تر می شود خوشی پیش روی ایسا ایسا بیش از هر انسان دیگری زنش کشید و آزار دید او که خدای کامل بود به شباهت ما شد تا رنج کشیده و به مرگی ناعادلانه بمیرد او راهی برای ما فراهم ساخت تا با خدا آشتی کنیم با این وجود اکثر انسان ها هنوز او را رد می کنند. چطور عیسی قادر است ترد شدگی و چنین درد عظیمی را تحمل کند؟ پاسخ ساده اما بسیار عمیق و جرف است. او هرگز بینش و بصیرت خود را نسبت به خوشی که پس از این درد وجود دارد از دست نداد. ما در نمونه او خط داستانی اصلی را برای نوشتن داستان خود پیدا می کنیم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است ابرانیان دوازده دو ترجمه هزاره نو عیسی تحمل کرد چون میدانست به کجا می رود. او از میان رنج ها نگریست و وعده را نظاره کرد. در ترجمه دیگری از ابرانیان دوازده یک الا دو آمده به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می گرداند چشم بدوزیم. چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است ابرانیان دوازده یک الا ترجمه تی پی وی متوجه مطلب شدید به خاطر آن شادی که در انتظارش بود نکته همین جاست آیا عیسی از تحمل صلیب هیجان زده بود قطعا نه او بسیار پریشان بود به قدری که شب پیش از مصلوب شدن به پدر التماس می کرد که راه چاره ای پیدا کند اما عیسی چیزی را داشت که بسیاری از ازدواجها فاقد آن هستند او دید و بصیرتی فوق داشت او می توانست به ماورای شرایط خود نگریسته و قدرت و وعده ای را که از طریق انتخاب او در راه بود مشاهده کند عیسی به دنبال چه بود پاسخ را می توان در افسیسیان پنج پیدا کرد. آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را تاهر ساخته تقدیس نماید و کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته بلکه مقدس و بیعیب باشد. آیات 25 الی 27 ما پایان خوش ایسا هستیم ما آن خوشی هستیم که او پیش رو داشت ایسا صلیب را تحمل نمود تا بتواند خدا را با ما یعنی عروسش آشتی دهد اکنون کلیسا میتواند بدون شرمندگی از گذشته فلاکتبارش ایسا را در آغوش گیرد زیرا ما در او خلقتی تازه هستیم این همان محبت بی و شرط و مداومی است که باید در ازدواجمان وجود داشته باشد اما دید و بصیرت و امید داشتن برای آن چیزی که باید باشد ما را به هنگام عبور از چالش ها نیرو بخشیده و امکان تحمل سختی را به ما می بخشد. نویسنده رساله به ابرانیان مطلب خود را با این تشویق ادامه می دهد. وقتی در ایمان خود احساس ضعف و تزلزل می کنید یک بار دیگر این داستان را جز به جز مرور کنید آن دشمنی های مکرر طولانی که او به زحمت راهش را از میان آن باز کرد آن داستان آدرنالین را درون جانتان تزریق می کند ابرانیان دوازده دو همه ما بارها در ایمان خود احساس ضعف کرده ایم به همین دلیل نویسنده میگوید وقتی نه اگر در ایمانتان احساس ضعف و تزلزل می کنید یک ازدواج عالی مستلزم ایمانی عظیم است و برای وفادار ماندن باید ایمانی کامل داشت وقتی ازدواجتان دوچار چالش می گردد به خاطر داشته باشید عیسی چه چیزی را متحمل شد داستان او را یک بار دیگر مرور کنید سختی ها و مشکلات زودگذرتان هرچند که دردناک هستند اما قابل قیاس با صلیب نیستند وقتی وفاداریتان به همسرتان کمرنگ و محو می گردد، وفاداری عیسی به خودتان را یادآوری کنید همه آنچه را که او برای آشتی کردن با شما متحمل شد به یاد آورید نمونه او آدرنالین را درون رکهایتان تزریق می کند. روز سوم. باورداشتن به بهترین من خدا هستم و جز من کسی نیست من خدا هستم و همانند من نیست انتها را از ابتدا بیان می کنم اشعیه 46.9-10 به نظر می رسد که نوشتن عبارت هیچ کس مانند خدای ما نیست سخنی کلیشه است. اما ما اغلب قدرت و حقیقت موجود در این گفته را از یاد برده ایم ما به عنوان فرزندان خدا دعوت شدهیم تا شبیه خدایمان باشیم و طبیعت او را بر خود گیریم ما به ایمان قادریم با بیان انتهای داستان از همان ابتدای آن شکل دهنده آیندهمان زندگیمان ازدواجمان و فرزندانمان باشیم ما تا اینجا به شما نشان دادیم که آن خوشی که در پیش است چیزی نیست که اتفاقی به آن برسیم بلکه امری است که باید آگاهانه و با قصد و نیت قبلی در پی ساختنش باشیم پرسش محتمل بعدی این است چطور باید پایان خوشی برای خود بسازم شاید این آیات را به دفعات خوانده باشید اما لطفا یک بار دیگر آن را بخوانید ایمان زامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آن چه هنوز نمی بینیم. به ایمان در می آبیم که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت بدانگونه که آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. ابرانیان 11, یک و 3 هدف ما باید بنای شادی و پایان خوشی باشد که هنوز وجود ندارد و ایمان مساله ساختمانی چیزی است که هنوز واقعیت ندارد. خدا به ما باور داد آن هم پیش از انجام هیچ کار ارزشمندی که بتوان ارزش باور کردن داشته باشد او به شما ایمانی عظیم دارد زیرا او به خودش ایمانی عظیم دارد او میداند که قدرت او میتواند هر چیزی را در زندگی شما به انجام رساند تنها چیزی که میتواند مانعی بر لذت بردن از قدرت فراگیر الهی باشد بیمانی است که در نهایت ریشه در غرور دارد غرور به صورت خودبینی یا نهایت اطمینان به توانایی‌های های خودمان بروز می نوع فریبنده از غرور نیز وجود دارد که با ماسک تنفر از خود تجلی می یابد غرور در هر دو حالت نوعی رویگردانی از پذیرش تمامیت قدرت عظیم الهی است که از طریق تکمیل کار مسیح بر صلیب در اختیار ما قرار گرفته است عیسی مرد تا شما را خارق سازد سی اس لوئیس می نویسد شاید باید از ماندن در موقعیتی که آن را مردم عادی مینامند راضی باشیم اما خداوند به دنبال اجرای نقشه کاملا متفاوت است روی برگرداندن از این نقشه فروتنی نیست بلکه کاهلی و بزدلی است پذیرش این نقشه خارق العاده بودن خودبینی غرور و بزرگپنداری خیش نیست بلکه اطاعت است ما با بالا کشاندن بینش خود به سطح تدارک الهی او قادر به پذیرش زندگی شگفتانگیزی هستیم که خدا به ما عرضه داشته است آیا باور دارید که شایسته ازدواج عالی هستید شاید این افکار آفت ذهنتان شده باشد بار بیش از حدی بر شانه های من سنگینی می کند من از خانواده خوبی نمی آیم والدین من هم نتوانستند ازدواج خوب و بسامانی داشته باشند من تا به حال اشتباهات زیادی کردم باید به همین شرایط راضی باشم اگر متوجه نشدید باید باز هم تکرار کنم که خدا چالش را دوست دارد اما فقدان ایمان اثرگذاری قدرت او در زندگی من را محدود می سازد مکاشفه از عظمت او ما را برمی انگیزد تا اعتماد من را برو بگذاریم و در همان حال ما را فروتن می سازد فروتنی در را به روی بهترین های خداوند در زندگی من می گوشاید اشیا پنج و پنج و نه افکار من افکار شما نیست و نه راه های من راه های شما زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است راه های من نیز از راه های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است مطمئنا میپذیرید که خداوند از شما باهوشتر، حساستر و قابلتر است سی اس لوئیس می نویسد شما در خداوند با چیزهایی روبرو می شوید که به شکلی قیاس ناپذیر فراتر از خود شماست اگر می خواهید به مصالح ضروری برای ساختن ازدواجی عالی دست پیدا کنید باید به این حقیقت ایمان داشته باشید مهم نیست که ما فکر می کنیم حد اکثر ظرفیت ما برای ازدواجمان چقدر است خدا برایمان رویایی به مراتب وسیتر دارد خداوند نه تنها فرصت عالی بلکه نقشه های برای ازدواجمان طرح کرده زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیر بختی تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم این است فرموده خداوند ارمیاب 29.11 این وعده دو انتخاب را پیش روی ما قرار می دهد. یا باید باور کنیم که این گفته حقیقت است و رویا و دید خداوند برای ازدواجمان را پذیرا گردیم یا بپذیریم که خداوند دروغگوست زمانی که خداوند به آینده اتحاد شما می نگرد، تجلی و سیمای پسرش را می بیند. تنها راه تحقق این رویا دریافت فیض قدرت او به واسطه فروتنی و ایمان است اگر نقشه ما رسیدن به پایانی خوش است، تحقق آن نمیتواند محدود به های ما باشد، بلکه تجلی محبت خداست که از طریق کار روح او در ما به انجام می‌رسد. شاید با خود این طور می‌اندیشید که تقریباً مطمئنم که خداوند نسبت به ازدواج من معیوز شده، دیگر امیدی برایم نیست، ما هیچ دید و رویایی برای آینده نداریم، آن احساس عاشقانه را از دست داده ایم. به این دلیل ممکن است چنین افکاری به سراغتان بیاید چون بر توانایی های خود متکی هستید تلاش ها و رویاهایتان را برای ازدواج خود با تلاش ها و رویاهای خدا جابجا جا کنید هنگامی که ازدواج خود را به خداوند بسپارید او به شما رویاها خواهد بخشید آن را در زندگیتان خواهد دمید و نمونه آسمان را در قلبتان خواهد نشانید ای شوهران این بدان معناست که او شما را قوت خواهد بخشید تا همسرانتان را آنچنان که مسیح کلیسا را دوست داشت دوست بدارید و تمام خودخواهی و خودمهوریتان را رها کنید و شما ای زنان خداوند شما را نیز به همین سان قدرت خواهد بخشید تا شوهرانتان را حرمت نهید از این طریق هر دوی شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که به سوی تمامیت و وسعت ازدواج رشد خواهید کرد کتاب مقدس به وضوح میگوید که بدون ایمان خوشنود ساختن خداوند ممکن نیست ابرانیان 11.6 را بخوانید چرا خدا ایمان را تا به این اندازه دوست دارد زیرا تنها از طریق ایمان به اوست که قدرت شبیه شدن به او را پیدا می کنیم و هیچ چیز برتر و بهتر از زندگی به شباهت خداوند وجود ندارد او خوشی خود را در شما خواهد نهاد ما صحبت از خوشی زودگذر نمی کنیم آنچه می گوییم خوشی و رضایتی جاودانی است که به کمال می رسد خداوند بهترین ها را برای ازدواج شما می خواهد و بهترین های او تنها در اتحادی که استحکامش را در او می آبد برقرار می شود نقشه راهنما امید و ایمان اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند در حالی که کاملا متفاوتند اگر ایمان مساله اصلی در ساختن بنای ازدواج باشد امید نقشه راهنماست از منظری دیگر امید شبیه یک قالب است و ایمان ماده ای است که قالب را پر می سازد. ایمان بدون امید ماده است بدون شکل درست به سان مساله ساختمانی که بدون نقشه ساختمان بلا استفاده هستند به یاد دارید که خداوند ابراهیم را گلچین کرد تا با هدفی خاص دریافت کننده عهد او باشد و این هدف تعلیم های خداوند به فرزندان و نسلش بود زمانی که خداوند به ابراهیم این وعده را داد او فرزندی نداشت اما خداوند او را مطمئن ساخت که او پدر امتی عظیم خواهد شد ابراهیم مردی با ایمانی خارق‌العاده بود کسی که کتاب مقدس درباره او میگوید اما او به وعده خدا از بی شک نکرد رومیان چهار بیست با این وجود در باب پانزدهم پیدایش می بینیم که او پیش از گام نهادن به قلم رو ایمان با دلسردی و از جنگید کلام خداوند در رویا به ابرام در رسیده گفت ای ابرام مترس من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود اما ابرام گفت ای خداوندگار یهوه مرا چه خواهی داد زیرا که من بی فرزند مانده و وارث خانم الازر دمشقی است و ابرام گفت اینک مرا نسلی ندادی پس خانزادم وارث من خواهد بود در ساعت کلام خداوند به او در رسیده گفت این مرد وارث تو نخواهد بود بلکه کسی که از سل به تو درآید وارث تو خواهد بود و ابرام را بیرون برده گفت به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر بتوانی آنها را بشماری آنگاه به ابرام فرموده نسل تو نیز چنین خواهد بود ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شما آورد. پیدایش پانزده یک الاشش. شاید توقع داشتیم که خدا به ابراهیم ایمانی تازه ببخشد. اما به جای آن خدا به او دید و رویای جدید بخشید تا ابراهیم به آن بچسبد. این رویا با دادن ساختاری به امید او ایمانش را تقویت بخشید. خداوند ابراهیم را به بیرون از خیمهش دعوت کرد تا ستارگان آسمان را بشمارد. آسمان شب برای ایمان ابراهیم همچون نقشه و طرحی چاپی از ستارگان بود چنان که با شمارش ستارگان فراسوی خود چهره فرزندان و نسل خیش را در ذهنش مجسم میساخت. خداوند به جای آنکه به سادگی به ابراهیم بگوید که نسلش همچون ستارگان آسمان بیشمار خواهد بود به سرنوشت او تصویری روشن، محکم، دائمی و مادی بخشید. رویای خداوند از طریق این نمایش و گفتار الهی در ذهن ابراهیم حک شد. خداوند به همین سان میخواهد از تصویر شما بهره بجوید تا رویای خود را برای ازدواجتان با شما سهیم سازد زیرا جایی که رویایی باشد امید هم هست. به همین دلیل پولس ما را تشویق می کند تا هر تصویری را که در برابر شناخت خدا قد علم می کند ویران بسازیم. دوم قرنتیان ده، چهار و پنج را بخوانید. شما باید از بوم نقاشی ذهن خود محافظت نمایید زیرا معرف ذات و ارزش اعمال شماست به تخیلتان همچون تابلوی برای کشیدن امید بنگرید خداوند وعده داده که ما را با امید پر می سازد اما چطور می توانیم به امید دست پیدا کنیم این را در دعای پولس می بینیم اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید رومیان پانزده سیزده خداوند منبع امید ماست اگر از او درخواست کنیم ما را از شادی و آرامش پر میسازد چیزهایی که همه ما در ازدواجمان خواهانش هستیم وقتی به حضور او با فروتنی نزدیک میشویم به واسطه قدرت روح او از امیدی قطعی آکنده میشویم چه وعده بینظیری امسال بیست و میگوید جایی که رویا نباشد مردم افسار گسیخته میشوند در واقع ازدواج بدون رویای الهی تباه ساختن زندگی است پس تشویقتان می کنیم رویای بزرگ داشته باشید همانطور که خود را برای طرح رویاها و اهدافتان آماده میسازید دعا کنید تا خداوند قلبتان را نسبت به نقشه او بیدار سازد روز چهارم رستوران چینی زمانی که تازه ازدواج کرده بودیم یک پاتوق داشتیم که برای صحبت درباره آیندهمان به آنجا می رفتیم. آنجا یک رستوران کوچک چینی بود که زیاد از آپارتمانمان دور نبود. ما تازه از کالج فارغ و تحصیل شده بودیم و وضعیت مالیمان آنقدر بد بود که مجبور بودیم یک ظرف مرغ مخصوص چینی به همراه یک پنکیک و سس گوجه اضافه سفارش داده و آن را با هم نصف کنیم. آنجا مکانی آرام و محقرانه بود که زوجی جوان را برمیانگیخت تا حین نوشیدن چای و خوردن غذا از آرزوها و امیدهای دور و دراز خود رویا ببافند آن زمان ما یکدیگر را خوب نمی شناختیم اما در یک مورد اطمینان داشتیم اینکه هر دو با تمام قلب و فکر و توانمان خواهان خدمت به خداوندیم ما هر دو مشتاقانه میخواستیم خانواده خوبی داشته و به خوبی زندگی کنیم لازم است بگویم که اصلا نمیدانستیم به کجا باید سفر کنیم و یا در کدام سرزمین زندگی کنیم اما میدانستیم که میخواهیم سفر کنیم ما میخواستیم به شکلی زندگی کنیم که خدا بتواند از طریق ما میراسی را بر جای بگذارد من از خانواده پر جمعیت و عالی میآیم والدینم بیش از 65 سال است که با هم ازدواج کردند پدرم عاشق خانواده است و سعی کرده همواره نیازهای ما را تأمین کند مادرم نیز بهترین نمونه از یک زن خاندار است پدر و مادرم از جنبه های بسیاری سرمشق من در زندگی و ازدواجم بودند و من تا ابد از آنها برای این مسئله سپاسگزارم. من از خانواده کاملا متفاوت می خانواده جان در مقایسه با خانواده من کامل و بی عیب هستند. زیر خانواده من به خاطر زنا، الکل، سوء استفاده، خیانت، طمع و طلاق از هم پاشیده شد. زمانی که من و جان زندگی مشترکمان را شروع کردیم، کاملا مشهود بود که من هیچ تجربه ای در درک آنچه خانواده سالم به حساب می آمد نداشتم. اما سخت به دنبال آن بودم که خانواده سالم داشته باشم. زمانی که در آن رستوران با هم حرف می زدیم، هر دو می که خواهان ازدواجی متفاوتیم. هرچند احترام فراوانی برای روش زندگی والدین جان در ازدواجشان قائل بودیم اما میدانستیم که الگوی ازدواج آنها برای ما درست نیست ما هر دو میدانستیم که در ازدواج چیزی بیش از آن چه دیده این وجود دارد در واقع یک خواندگی الهی بر پیمان ازدواج وجود داشت ازدواج تنها درباره ما نبود که صرفا بخواهیم باقی عمرمان را کنار هم زندگی کنیم بلکه علاوه بر آن درباره ساختن میراسی ابدی از طریق اتحاد و یک شدن ما نیز بود البته این شامل ف... فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما نیز میشد اما علاوه بر آن شامل زندگی افراد بیشماری نیز بود ما طرحی برای ازدواجمان کشیده و رویایی بر آن بافتیم از یکدیگر سوالاتی پرسیدیم پارامترها را تعیین کرده و تا جایی که میشد رویای بزرگی بافتیم هر دو توافق داشتیم که نخستین هدف ما خدمت به خدا در کنار یکدیگر و جلال دادن او با انتخابهایمان است هر چیز دیگری باید از این صافی میگذشت در طول این سی سال ازدواج فصولی را تجربه کرده ایم که در آن تنها دلیل ماندنمان کنار یکدیگر تعهدمان برای احترام گذاشتن به خدا و جلال او بوده است دورهایی بوده که من احساس می کردم که دیگر عشقی به جان ندارم و در واقع جان نیز به من می گفت که هیچ عشقی در درونش نسبت به من احساس نمی کند او خودش را وقف یک برنامه مسافرتی فشرده می کرد در حالی که من با بچه های کوچک من در خانه تنها می ماندم اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم هیچ امیدی به عشق در آینده نداشتم روح و جان من به خاطر فصلی پر از آزار مجروح و زخمی بود فکر میکردم چه از نظر احساسی و چه از لحاظ جسمانی ترد شدم حتی اگر میتوانستم طلاق را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرم حتما آن را انتخاب میکردم من هیچ دید و رویایی برای ازدواج ما نداشتم تنها سایه ای از آنچه که باید می بود در ذهنم مانده بود به نقطه ای از زندگی رسیدم که حقیقتا چنین فکر می کردم خدایا من در این ازدواج تا زمانی باقی میمانم که تو به من قول بدهی مجبور نیستم در آسمان هم با جان زندگی کنم به شدت احساس تنهایی میکردم برای همسر یک خادم سخت است که این درج را با دیگران در میان بگذارد. من نیز در آن دوران با ناامیدی دست به گریبان بودم. حس می کردم هیچ یک از کارهای از دید لیزا درست نیست و با توجه به فقدان احترام و سخنان درشتی که لیزا خطاب به من می گفت باور داشتم که تشخیص من درست است. ما با شتابی فزاینده به پایین سقوط می کردیم و هیچ کدام از ما برای احیای عشق، احترام و حتی تربیت فرزندانمان ظرفیتی در خود نمی دید. دردهای احساسی و روحی آن دوران غیر قابل تحمل به نظر می رسید. آن دوران ترسناک بود اما فقط یک فصل بود و فصلها عوض می شوند. ممکن است شبی طولانی سراسر به گریه بگذرد اما خداوند وعده داده که صبحگاهان شادمانی رخ می دهد. مزمور سی پنج را بخوانید. با نگاهی به گذشته آن دوران سرعال به نظر می رسند. انگار که همه آن اتفاقات برای زوج دیگری رخ دادند. ما به فیض خداوند در هدفمان برای حرمت نهادن به او وفادار ماندیم ما از طریق توبه واقعی و جدی نسبت به خودخواهی خود زوجی شدیم مطیع نسبت به حکمت الهی ما شاهد بوده ایم که چگونه ازدواج و عشقمان به سمت قدرتی عظیم رشد کرده است یکی از نیروهایی که اجازه داد ما از این فصل زندگیمان عبور کنیم نگرشمان به زندگی بود ما زندگی را یک دوره هفتاد هشتاد ساله نمیدیدیم، بلکه آن را از منظر ابدیت نگاه می کردیم هفتاد هشتاد سال در قیاس با ابدیت همچون بخاری محف و ناچیز است کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که برخورد ما در ارتباط با صلیب تعیین کننده مکانی است که در آن به سر خواهیم برد اما در عین حال روش زندگی ما به عنوان ایمانداران تعیین می کند که زندگی خود را در ابدیت چگونه خواهیم گذراند. پولس می نویسد آری ما چنین دلگرمیم و ترجیح می دهیم از بدن قربت جسته نزد خداوند منزل گیریم زیرا همه ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است سزا یابد. دوم قرنتیان 5 8 و ده واضح است که پولس درباره بیمانان نمی نویسد زیرا وقتی بیمانان از بدن قربت می جویند در حضور خداوند حاضر نمی شوند او به کسانی اشاره دارد که از طریق فیض نجات بخش ایسای مسیح وارد خانواده الهی شده اند ما در حضور او خواهیم ایستاد و نسبت به تصمیماتی که گرفته ایم و شیوه زندگیمان به عنوان ایمانداران حساب پس خواهیم داد نتیجه داوری عیسی مسیح زیان یا پاداشی ابدی است و طیف آن از سوختن و از بین رفتن تمام کارهایی که در زندگی انجام داده ایم تا دریافت پاداش ابدی بابت آن کارها و حتی سلطنت با مسیح در ابدیت گسترده است آگاهی از این اصل تعلیمی ما را در مسیر درست حفظ می کند. هیچ کدام از ما نمی در برابر تخت داوری عیسی حساب پس بدهیم که چرا اثر هنری او را در اتحاد و ازدواجمان بی اعتبار ساخته ایم. برای اطلاعات بیشتر نسبت به تخت داوری به کتاب برنگیخته با ابدیت نوشته جان ویور رجوع نمایید. پس حرمت نهادن به خداوند و جلال او دومین هدف ما این بود که باید عشقمان در پایان سفر بیش از آغاز آن باشد این هدف ما را وامی دارد تا از لحظات سخت و دشوار زندگی عبور کنیم و یکدیگر را حتی در زمانهایی که احساس می کنیم تمایلی به هم نداریم و از نظر احساسی خالی هستیم باز هم دوست بداریم و محبت نماییم سی اس لوئیس می نویسد عشق عشق یک اتحاد جرف است، اتحادی که با اراده نگ... جایی را پیدا کنید که بتوانید رؤیاپردازی کنید، خواسته ها و هایتان را به طور مشخص و کامل بنویسید. از داشتن رؤیاهای بزرگ نترسید. این رویا همچون ستاره شمالی در روزهای پیش رو جهت حرکتتان را مشخص خواهد کرد. ازدواج مانند یک میدان مسابقه بسیار طولانی است با دهها فاصله بین خط شروع و خط پایان آن. بسیاری از زوجها برای کوتاه مدت دید و رویا دارند رویای آنها خرید یک خانه و بزرگ کردن بچه هاست هرچند این هدفی عالی است اما کافی نیست باید بیشتر بخواهید و دورتر بروید به رویا پردازی ادامه دهید به یاد داشته باشید که شما و همسرتان با هم میدوید و در رقابت با یکدیگر نیستید شما نمی دورتان را به تنهایی به پایان برسانید پس لازم است همچون یک تیم کار کنید اگر شروع بد و سختی داشته اید خیالتان راحت باشد که چگونه به پایان رساندن بسیار مهمتر از چگونه آغاز کردن است نوشتن برنامه و نقشه راهی است برای تعریف خط پایانتان شما به رویایی در پیش رویتان نیاز دارید تا چیزی داشته باشید که به سویش بدوید زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد آمد اگرچه به طول انجامد منتظرش بمان زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد هبقاق دو سه و چار رویایی که خداوند به شما میبخشد، بخشد پیش رویتان حرکت می کند تا راهی را برای تحقق آن ایجاد نماید اگر همواره رویا را پیش رویتان حفظ کنید شما را رها نخواهد کرد شاید زمانهایی وجود داشته باشد که به نظر میرسد آنچه خدا گفته به حقیقت نخواهد پیوست. شاید مسیری که می روید شما را به جاهایی برساند که توقع رفتن به آنجاها را نداشته اید. به فرایند و روند پیش رویتان اعتماد داشته باشید. خدا میداند چه چیزی لازم است از شما کنده شود تا سفرتان را تکمیل کنید. قدرت اویی که رویا را به شما بخشیده در لحظات نیاز تقویتتان میکند. اما لازم است شما رویا را پیش روی خود نگه دارید نقشه شما باید طرحی زنده سازمان یافته منسجم و پویا باشد این طرح باید شامل دو چیز باشد به روشنی موارد قطعی را تعیین کنید ایمان قطعی و سرسپردگی چارچوب لازم برای رویای شما را فراهم می سازد. چیزهای مانند ازدواج ما خدا را جلال خواهد داد یا ما نیازهای طرف مقابل را مقدم بر نیازهای خود قرار می دهیم. اینها چیزهایی هستند که برایتان غیر قابل مذاکره هستند مواردی که هرگز تغییر نمی کنند و نباید در موردشان سازش کرد جایی برای رشد یک طرح خوب برای تمام پرسش ها پاسخی ندارد بلکه به دنبال شفافیت است تنها خداست که پیش از شما پاسخ همه پرسش ها را می داند. اما شما می توانید رفته رفته با هدایت روح او از لایه ها و جنبه های مختلف نقشه او آگاه شوید. به مرور زمان رویای شما باید در هدف و معنا رشد یابد و خود را با مزایا، محسنات و چالش های هر فصل تطبیق دهد. این تغییرات در بخش‌های مختلفی رخ می‌دهد که می‌تواند شامل زمانهایی باشد که صرف تربیت فرزندانتان می‌کنید یا شیوه‌هایی که بر مبنای آن یکدیگر را در مسیر کار و رویایتان حمایت می‌کنید. ما در اینجا پنج مرحله کاربردی را به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌تواند در نوشتن رویای ازدواج به شما کمک کند. یک دعا کردن از خدا بخواهید روح خود را در مکالمات، افکار و آرزوهایتان بریزد. از او بخواهید تا آن چارچوب و قالب امیدی را که او میخواهد با ایمان پر بسازید فراهم نماید. دو، جمع کردن چیزهای بخش شما میتوانید به جمعآوری آیات، مقالات، داستانها، عکسها، متن آهنگها، بریده مجلات و هر چیز دیگری که با قلب و روحتان سخن میگوید بپردازید. سه جایی بروید که بتوانید در آنجا رویا پردازی کنید لزوما این مکان نباید جایی پرزرق و برق یا گران قیمت باشد بلکه می تواند یک رستوران محلی کوچک یا نیمکت پارک کنار خانه باشد 4. مشخص ساختن اهداف رویایی بزرگ بوافید اجازه ندهید تا شرایط حاضر یا الگوهایی که در گذشته دیده اید شما را محدود سازد هایی که باید در نظر بگیرید شامل این موارد می شوند. مسائل مالی، تربیت فرزندان، پویایی خانواده، رشد فردی، رشد روحانی، ارتباطات، استراحت و تفریحات، فرصتهای شغلی، مسئولیتهای خانداری، مشارکت در کلیسا، اجتماع و غیره. پنج راه رسیدن به آنها را مشخص کنید به محض آنکه رویایتان را تعریف کردید صورت موجودی خود را فهرست نمایید در حال حاضر نسبت به جایی که باید باشید در کجا قرار دارید وضعیت کرونی خود را ارزیابی کنید و معیارها مراحل یا تغییراتی که شما را در مسیر درست قرار داده یا در آن مسیر حفظ می کنند بررسی و مدیریت نمایید نقشه شما باید فصلهای بسیاری را در زندگیتان پوشش دهد با در نظر داشتن اهداف خود به این پرسش ها پاسخ دهید. ازدواج ما به چه شکل خواهد بود وقتی فرزندی نداریم، فرزندانمان را بزرگ می کنیم، به تربیت فرزندان نوجوان خود می پردازیم، فرزندان بزرگ شده و خانه را ترک می کنیم، از بودن با نوه هایمان لذت می بریم، در آخرین فصل زندگی مشترکمان. اگر مجرد هستید، نامزد کرده اید یا در مرحله آشنایی به سر میبرید، چطور می توانید آگاهانه خود را برای ازدواجی که می خواهید در آینده داشته باشید در موقعیت درست قرار دهید؟ شما اهداف مورد نظر برای مسائل مالی، تربیت فرزندان و غیره را تعیین کرده اید. اینها اهداف بزرگی هستند، اما این تصاویر بزرگ از آینده روز به روز با کمک معیارها، انتخابها و عادتهای شما به حقیقت تبدیل می شوند. به این پرسش ها فکر کنید. شما چگونه و چه وقت قادر به تأمین مخارج ماهیانه تان هستید؟ قصد دارید به چه نوع تعطیلاتی بروید و چه برنامه ریزی برای آنها دارید؟ هر دو از چه نوع فعالیت و تفریحاتی لذت میبرید؟ چطور به دیدارهای عاشقانه با همسرتان ادامه میدهید؟ چطور اختلافات و تفاوتهای خود با همسرتان را حل و فصل می چگونه برای فرزندانتان زمان میگذارید؟ چگونه فرزندانتان را تأدیب می آیا هر دو به دنبال شغل بیرون از خانه هستید؟ اگر چنین است در فصول مختلف زندگیتان آیا این وضعیت کار بیرون تفاوتی خواهد کرد؟ چطور یکدیگر را در شغل کار یا اهداف بزرگ طرف مقابل حمایت خواهید کرد؟ برای خودتان به دنبال چه برنامه تحصیلی می باشید؟ برای فرزندانتان چطور؟ چه فرصت های تفریحی و سرگرمی برای فرزندانتان مهیاست؟ چطور به نیازها و استعدادهای فرزندانتان میپردازید و راه را برایشان هموار میسازید چطور به سلامتی جسمانی خود بها میدهید ورزش استراحت تغذیه و غیره برای سلامت روحانی خود چه میکنید چگونه فرزندان خود را در شناخت خداوند پرورش میدهید ازدواج و خانواده شما چه اثر و منفعتی بر دنیای پیرامونتان دارد کلیسا اجتماع همسایگان محل کار و غیره همانطور که پیشتر ذکر کردیم جزیات نقشه شما همانطور که در حکمت بالغتر شده و تجربیات بیشتری کسب می کنید تغییر خواهد کرد. این امری طبیعی است اما ضرورت دارد که چهارچوب نقشه و اهدافتان ثابت باشد و خود را نسبت به معیارهایی که برای رسیدن به آن اهداف بنیادی هستند متحد بدانید. سعود به قله اورست ای زوجی را تصور کنید که یک هواپیما کرایه کردند. آنها برای سفری که در پیش است هیجان زده اند اما اصلا نمیدانند قرار از کجا بروند آنها میدانند که این هواپیما آنها را به یک ماجراجویی بزرگ خواهد برد آنها تصور می کنند قرار است به یک جای گرم بروند پس تنها با خودشان لباس شنا و چند جاکت نازک برای خونک های غروب برمیدارند پس از چند ساعت پرواز به مقصدشان میرسند تازه آن زمان است که میفهمند در نپال فرود آمدهاند تصور آنها از این سفر گردش در منطقه استوایی بود اما اکنون تبدیل به صعود به قله یخزده ای ایورست شده بود واضح است آنها خود را برای چنین سفر پرمخاطره آماده نکرده بودند پس به ناچار و بلافاصله به خانه باز می‌گردند بسیاری از افراد ازدواج را همانند سفر به کنار دریا میبینند اما واقعیت این است که ازدواج بیشتر شبیه صعود به قله یک کوه است سفری پرنشاد و پرسمر اما بسیار سخت هرچند شاید قیاسی مسخره به نظر برسد اما شاید بتوان اینگونه گفت که میزان مرگ و و خطرات ناشی از ازدواج 25 برابر بیشتر از تلفات کوهنوردان قله اورست است چرا کوهنوردان اورست تا به این اندازه موفقتر از زوجهایی هستند که ازدواج میکنند زیرا آنها نسبت به سفرشان دید و رویای شخصی دارند و میدانند باید انتظار چه چیزی را داشته باشند آنها هنگام مواجه شدن با هوای رقیق دمای انجماد و بادهای بیوقفه قافلگیر نمیشوند اما متاسفانه بسیاری از ازدواج ها تنها به خاطر توقعات غیر واقع گرایانه و فقدان دید و رویا شکست می خورند. پس ارزشش را دارد که همکتون وقتی را صرف تعریف و تعیین نقشه آینده تان نمایید. آفرین. به تدریج که داستانتان بست مییابد خداوند چارچوب رویایتان را گسترش میدهد و تزیینات زیبایی بدان میافزاید اما او هرگز زندگی را که در حال ساختن آن با همسرتان هستید بیحرمت نمیسازد شاید سختی ها و آزمایش های زندگی همچون تلاش خدا برای تخریب داستانتان به نظر برسد یا شاید وسوسه شوید تا از روی خش و ناامیدی او را متهم کرده و به باد ناسزا گیرید اما بدانید که خداوند بانی سختی ها و مشکلات نیست و همواره همه چیز را بهر خیریت شما به کار می گیرد رومیان 8 28 را بخوانید. فیض و روح او هرگز شما را ترک نمی کند او وعده داده که هرگز اجازه نخواهد داد با آزمایش ها و سختی هایی روبرو شوید که قدرت غلبه بر آنها را ندارید هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد و خدا امین است او اجازه نمیدهد بیش از توان خود آزموده شوید بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید اول قرنتیان ده سیزده زمانهایی هست که به نظر می رسد که همه چیز در حال از هم پاشیده شدن است اما اگر امیدتان را از دست ندهید می توانید از پس توفانهای زندگی برایید پس از همه اینها صدای سرورتان را خواهید چنید که می گوید آفرین ای خادم نیکو و امین متا 25 23 آیا جالب نیست که خداوند میگوید خوب انجامش دادی و نمیگوید عالی و کامل انجامش دادی؟ هیچ کدام از ما در این زندگی نمی توانیم هیچ چیزی را به شکلی کامل به مقصد برسانیم اما می توانیم چه ازدواج و چه زندگی خود را خوب به انجام برسانیم این بدین معناست که ما ازدواجمان را در سلامت با با فروتنی پیش میبریم و از اشتباهاتمان درس میگیریم و در فیض خداوند به پیش میرانیم تا تایید او را دریافت کنیم اگر عبور از این راه را برگزینید ازدواجتان چیزی فراتر از گذران زندگی است و به سوی کامیابی پیش خواهد رفت خدا تا به آخر با شما خواهد بود آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند. ابرانیان 6، 11 و 12 خاص خدا این است که وعده هایش را برای ازدواجتان به ارث ببرید امیدی را که روح او به شما میبخشد مطالبه کنید به همراه همسرتان صبور باشید و به آنچه ازدواجتان به آن بدل خواهد گشت ایمان داشته باشید از آنچه خدا در زندگی دو فرد ناکامل و از طریق زندگی آنها انجام خواهد داد در شگفت می شوید. خدا اشتیاق زیادی به بنای ازدواج هایی دارد که عظمت داستان هایشان در چگونگی پایان آنهاست نه در چگونگی آغازشان